مسئله سارتر، مسئله نقدش به هوسل اینه که میگه که هوسل تمایزی بین اکسپسیون یا ادراک و تصور نمیذاره. یعنی عملا وقتی هوسل داره در مورد تصویر صحبت میکنه براش هیچ فرقی نمیکنه اینکه این تصویر تصویره، مثلا یک تابلو نقاشیه، یا اینکه نگاهیه که من دارم به جهان، به درختی که اون بیرون هست از پنجره دارم نگاهش میکنم. در هر حال سارت از این شروع میکنه، میخواد تلاش کنه اتفاقا بین این اشکال متفاوت مشاهده و تصور، در واقع بین اشکال متفاوت ارتباط ما با تصویر تمایز بذاره. مسئله بیشتر تفاوت مشاهده تصویریه که بیرونه و تصویر ذهنیه، چیزی که به نوعی هوسل سعی میکنه ازش اجتناب کنه به خاطر اینکه نمیخواد به قول خودش در دام درونگرایی که توی روانشناسی اون موقع وجود داره بیفته. سارت شروع کنه با یه سری چیزهای چیزهایی که به نظرش قطعیاتی هستن که حالا میشه روشون مسئله رو بنا کرد. اینکه ما زمانی که داریم اشیاء جهان بیرون رو مشاهده میکنیم، آگاهیمون، آگاهی که سارتر بهش میگه کانسیانس رئالیزانت، میشه ترجمهش کرد به آگاهی مدرک یا آگاهی ادراکگر، که البته بازم لزوما ترجمه خوبی نیست چون رئالیزه تو فرانسه دو تا معنی داره، یکیش معنی درک کردن میده و یکی معنی تحقق بخشیدن میده. آگاهی که داره جهان بیرون رو نگاه میکنه آگاهی ادراکگر یا مدرک. در چه معنایی؟ مثال میزنه از اینکه زمانی که من دارم یه چیزی رو نگاه میکنم، مثلا دارم قرنیز کنار دیوار رو نگاه میکنم و یه صندلی جلوشه، یک بخش هایی از این قرنیز رو عملا صندلی پوشونده، ولی آگاهی من داره اینو تکمیل میکنه. در این حال من برای اینکه اطمینان پیدا کنم از شکل اون قرنیز، دو تا راه پیش رومه، یک حرکت به عملا آینده است، یک حرکت به گذشته. یعنی یا من میتونم بلندشم برم به طرف قرنیز، اون مانعی که بر سر راه نگاه همه کنار بزنم و اون قرنیز رو ببینم، یا برگردم به خاطره ای که از اون قرنیز به شکل مشخص دارم و اون چیز رو تکمیل کنم. اما از نظر سارتر این فرایند تکمیل کردن این تصویری که ما داریم در جهان بیرون میبینیم، این آگاهی ادراکگر، با فرایندی که اتفاق میفته زمانی که من دارم یک چیزی رو تصور میکنم، دوتا فرایند کاملا متفاوتن. آگاهیان که اشتباه هوسل در اینه که این دوتا کار رو از هم تفکیک نمیکنه. وقتی که برمیگردیم به سطح تصویر ذهنی، باز میشه یک سری تمایزهای قائل شد که سارت یکی یکی و خیلی با جزئیات سعی میکنه تحلیلشون کنه. مثال سارت همیشه یک دوست تصوری به نام پیر، میگه من زمانی که به ملاقات دیروزم با پیر فکر میکنم، اینجا باز در سطح تصور نیستم، یعنی من یک جایی دیروز پیر رو ملاقات کردم، پیر به من به شکل واقعی دست داده و همه اینا، این واقعیت از من در طول زمان فاصله گرفته، ولی همچنان یک واقعیت بیرونیه که حافظه من ثبتش کرده و از من در طول زمان فاصله گرفته. اما اگر من بخوام همین الان پیر رو تصور کنم، مثلا فکر کنم که پیر الان داره چیکار میکنه، در اون لحظه من عملا دارم یک پیری رو تصور میکنم که دیگه ارتباطی به اون خاطره من یا تصویر واقعیت بیرونی یا اینا نداره. من دارم یک پیری رو تصور میکنم که اینجا حالا سارتر یک مفهوم دومی رو میاره، مفهوم آگاهی تصویرساز، کانسیانس ایمجانت. این آگاهی تصویرساز که داره جداش میکنه از آگاهی ادراکگر، آگاهیه که الان داره پیر رو به شکلی که الان هست تصور میکنه، یعنی در واقع پیر رو داره در غیاب تصور میکنه. این مسئله غیاب خیلی مهمه، بهش برمیگردیم. به نظرش عملا اون آگاهی تصویرساز، اون کانسیانس ایمجانت، به دو شکل در هستی نیستی ایجاد میکنه. یعنی از یک طرف نیستی ابژه رو در جهان به نسبت من داره میسازه و از طرف دیگه غیاب جهان رو در برابر اون. مثلا زمانی که من دارم به پیر فکر میکنم، همینی که من میگم پیر اینجا نیست، یعنی در واقع میتونم در درون هستی یک نیستی ایجاد کنم. اون نیستی هرچند به نسبت خودمه چون پیر الان جای دیگه ایه، ولی در نهایت زمانی که من دارم تصورش میکنم، من دارم یک نیستی رو تصور میکنم، منتها یک نیستی رو تصور میکنم که در درون یک هستی ایجادش کردم. این خیلی مسئله مهمیه. سارتر میگه که تجربه نیستی غیر مستقیم نیست، بلکه همیشه با و در
جهانی. و مسئله‌ای که داشتیم میگفتیم اینه که پس سارتر داره بین این دوتا سطح آگاهی تمایز مهمی میذاره، یعنی زمانی که ما یک تصویر رو داریم نگاه میکنیم با زمانی که داریم یک چیزی رو تصور میکنیم، این دوتا شکل آگاهی رو داره از همدیگه جدا میکنه. چیز جالبی که این وسط به وجود میاد اینه که سارتر در ادامه یه شکل فلسفی خودش که میشه گفت عملا تا آخر بهش پایبند میمونه، بین این مسئله آگاهی تصویرساز و ایجاد کردن نیستی در هستی و مسئله آزادی یه نسبت مستقیم برقرار میکنه.